رو کن به سوی خیمه سلطان کربلا. دار و شفاست روزه مولای ما، بسم الله. چند بار علما هی ودا کردم و بعد بار آخری که اومد ودا کنه بابا بزرگ کرده حسینو احمید بره دیگه نمیاد. اومد خدافظی کنه گفت بری اومدم بری پشت سرت میام. آفرمود چته زینم گو میخوای منو اینجا با کیا تنها بذار؟ اگه با مادرم نرفتم گفتم تو هستی، اگه با بابام نرفتم گفتم تو هستی، اگه با حسن نرفتم گفتم تو. حالا بگو چه کار کنم؟ اسداد دست امامت و گذاش رو سینش. به محض این که دست و برداشت خواهرها دیدن زینب رو میخوای بری برو بچه ها تو میدم در خیمه. اومد بره گو یه کار دیگه تم دارم، با غروب اینا که منو کشدن آبو میارن آزاد میکنن. اگه تو آب نخوری بچه ها آب نمیخورن. با برو خیالت راحت دم غروب آب آزاد شد. یه خیمه سوخته بچه‌هاش رو جمع کردید. من عمتونم، من آب میخورم شما بخورید. رقیه خور، سکینه خور، نجمه خور، ربابم خور. بچه‌ها رو به زحمت خوابون خب برم ببینم چی سرش اومده. یه دو سه قدم رفت صدای جیغ یه زن همه رو بیدار کرد. برگشت کیه داره داد میزنه؟ گفتن خانوم ربابه. اومد بالا سرش رباب. عوض اینی که کمکم کنی خب بچه‌ام بیدار شدن. صدا زد خانوم تقصیر من نیست، غروب گفتی آب بخور. آب خوردم الان شیر دارم. یهو یاد لباش افتادم تلسی میکرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. روایتی هست از امام صادق علیه السلام که با فضیل صحبت می کردن. گفتن ای فضیل، آیا با هم می شینید و صحبت می کنی؟ فرمودن بله مولا. آقا فرمودن که ما این نشست ها رو دوست داریم و امر ما را زنده نگه دارید. خدا رحمت کند هر کسی که امر ما را زنده نگه می دارد. ای فضیل، کسی که ذکر ما را بگوید و یا کسی که ذکر ما را بشنود اندازه یک پر مگس گریه کند، خداوند بزرگ گناهان او را میگه. یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا الشهدا. السلام علیک یا قتیل الاجل یا حسین.